سازمان جهانی بهداشت WHO به مناسبت روز جهانی سالمندان هشدار می‌دهد که با افزایش جمعیت سالمندان در جهان، سیستم‌های مراقبت و پشتیبانی از این گروه سنی به طور جدی نیاز به تحول دارند. این سازمان خواستار همکاری بین المللی و تغییر رویکردها در ارائه خدمات به سالمندان شده است تا بتوان به نیازهای این قشر پاسخ داد و کرامت انسانی آنها را حفظ کرد. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. همزمان با روز جهانی سالمندان، سازمان جهانی بهداشت به کشورهای جهان هشدار داده که سیستم‌های مراقبت و پشتیبانی از سالمندان باید به سرعت متحول شوند. این سازمان اعلام کرد که با افزایش جمعیت سالمندان، سیستم‌های کنونی توانایی پاسخگویی به نیازهای آنها را ندارند. به گفته آنشو بانیرجی، رئیس بخش سلامت مادران، کودکان و سالمندان سازمان جهانی بهداشت، اکثر افراد در طول زندگی خود نیاز به حمایت دارند و هرچه عمر ما بیشتر می شود، این نیاز نیز افزایش می یابد. بر اساس تحلیل‌های این سازمان، تا سال 2030 یک نفر از هر 6 نفر در جهان بالای 60 سال خواهد بود و این آمار به 80% در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در سال 2050 می رسد. این در حالی است که تنها 25% از کشورهای گزارش دهنده منابع کافی برای اجرای مراقبت یک پارچه دارند و 16% از کشورهای با درآمد پایین برنامه‌های آموزشی برای مراقبان غیررسمی که اغلب خانواده‌ها و زنان هستند ارائه می‌دهند. در این روز جهانی که موضوع آن پیری با کرامت است، سازمان جهانی بهداشت خواستار همکاری بیشتر بین دولت‌ها، نهادهای محلی، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای ارتقای سیستم‌های مراقبت از سالمندان شد. این تحول نه تنها برای سالمندان ضروری است، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت مراقبت برای همه گروه‌های سنی کمک کند. از کشورهای جهان خواسته شده تا با تغییرات لازم به نیازهای رو به افزایش سالمندان پاسخ دهند و حقوق آنها را به رسمیت بشناسند. آموزه‌های اسلام و اهل بیت علیهم السلام نیز همواره بر اهمیت و احترام به سالمندان تأکید دارد. در قرآن کریم و احادیث اهل بیت علیهم السلام به مسئله احترام و محبت به والدین و افراد مسن اشاره شده است. در سوره اسراء آیه 23 خدای متعال می‌فرماید: و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به والدین نیکی کنید. این آیه نشان دهنده ارزش بالای ارتباط با سالمندان و نیاز به توجه و محبت به آنهاست. اهل بیت علیهم السلام نیز با رفتار و گفتار خود الگوهای عملی در این زمینه بودند. امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه به مسلمانان توصیه می‌کنند که به سالمندان احترام بگذارند و در حق آنها نیکی کنند. آن حضرت می‌فرمایند سالمندان در جامعه مانند درختان بزرگ هستند که سایه آنها موجب آرامش دیگران می‌شود. از طرفی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز به این نکته تأکید دارند که هر کس به سالمندان احترام نگذارد از ما نیست. این آموزه‌ها نه تنها مسئولیت اجتماعی ما را در قبال سالمندان یادآوری می‌کنند، بلکه اهمیت حفظ کرامت انسانی و حمایت از آنها را نیز برجسته می‌سازند. در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با محمد امیدی‌فر، کارشناس ارشد روانشناسی از تهران. سلام، خوش اومدید. آقای امیدی‌فر، با توجه به هشدارهای سازمان جهانی بهداشت درباره نیاز به تحول در سیستم‌های مراقبت از سالمندان، از نظر شما چگونه می‌توان با الهام از آموزه‌های اسلامی و فرهنگ احترام به سالمندان به بهبود شرایط مراقبت از این قشر و حفظ کرامت انسانی آنان کمک کنیم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه امام حسین. برای سالمندان متاسفانه یک مدتی روی کردی به وجود اومد که خب خانواده ها افراد مسن رو به خانه سالمندان میسپردن و یا فراموش میکردن. اما آموزه‌های اسلام و حالا تو حوزه کاری ما روانشناسی به ما یاد داده که بتونیم افراد سالمند رو در خونه کنار فرزندان نگه داریم. بودن این افراد در کنار فرزندان و در کنار نسل کوچکتر باعث میشه که جامعه و این افراد کوچک یک سری از رفتارها رو یاد بگن و این محبت رو از افراد سالمند جذب کنن و کمک خانواده ها خواهد بود. اما که چطور میتونیم این افراد رو توی مدیریت کنیم؟ خب یکمی افراد سالمند حالا مشکلات خاصی دارن که شرایطش سخت میشه برای بعضی از خانواده ها با این جامعه زندگی آپارتمانی و میشه از کمک روانشناسا، کمک پرستاران و حالا نهادهای اجتماعی استفاده کرد. محمد امیدی فر، کارشناس ارشد روانشناسی از تهران.